مامان. نمیخوای چیزی بگی مامان؟ ندیم هر لحظه ممکنه حالش خوب بشه. خبر فوق‌العاده ای. دیگه چی میتونم بگم؟ آره، به نظر منم خیلی خبر خوبیه، اما نمیدونم بابا چرا داره اینو پنهون میکنه. واقعا نمیتونم درک کنم. خیلی بهم تاکید کرد، گفت به مادرت نگو، به هیچ کس هیچی نگو. شاید باورت نشه ولی منم تعجب کردم. ولش کن بابا، حالا که گفتم خیالم راحت شد. بابات برای اینکه بی خودی ما رو امیدوار نکنه بهت گفته حرفی نزنی. آره خب، من الان با گفتن این حرفا شما را ملکه امیدوار کردم. یعنی بابا از دستم عصبانی میشه؟ عصبانی میشه. خب اگه منم رازمو بهت بگم و تو بری به یکی دیگه حرفی بزنی، منم ناراحت میشم. مامان پس چرا مجبورم میکنی بگم؟ نترس عزیزم، رازت پیش من میمونه، نمیذارم پدرت چیزی بفهمه. باشه خب، حالا تو میز رو حساب کن، من برم دستشویی و برگردم. دختر تو میخوای منو دیوونه کنی؟ کجا رفته بودی؟ بهترین جایی که دوست داشتم برم. خیر باشه، رفته بودی عمارت؟ بعد عمارت دومین جایی که دوست داشتم برم. دختر این چه مدل حرف زدنه؟ چرا واسه من معما طرح میکنی؟ زود باش بگو ببینم باز داری چه غلطی میکنی. تو نمیخواد تو کارای من دخالت کنی مامان بزرگ. کار اصلی تو باید انجام بدی. دختر جون من دیگه حال ندارم کاری انجام بدم. باشه، پس وقتی رفتی عمارت کارا رو انجام بده. حلش کردی؟ برمیگردیم عمارت؟ من نمیام، تو میری مامان بزرگ. تو اینجا به هیچ درد من نمیخوری، باید بری عمارت رو از اونجا به من آمار بدی. قبلنا تو هم رسیدگی میکردی ولی انگار دیگه به تو نیازی ندارن، ها؟ آره اینطور به نظر میاد. دیگه اینجا به هیچ دردی نمیخورم. خب آره، چون دلیل برگشتنت به این خونه دیگه آقا ندیم نیست دخترم. خب وقتی اون به تو نیازی نداره تو چرا قصه میخوری؟ درست میگم؟ تو الان دیگه شوهر داری، متأهل شدی، کنار شوهرتی، مگه نه؟ اینجوری هیجانی داره مامان جون؟ منظورت از هیجان یعنی چی دخترم؟ منظورم اینه که دنبال چی هستی؟ هیجانی داره؟ نمیدونم، به نظر خودت چیزی هست که باید دنبالش باشم؟ مامان جونم هر چی میخوای بپرسی بپرس، راحت باش. مثلا به جای اینکه حواست به شوهرت باشه چرا هنوزم دنبال آقا ندیمی؟ دوست دارم اینو بدونم. تو دیگه برای خودت خونه زندگی داری، اگه با شوهرت مشکل خاصی داری به جای اینکه بیای با من حرف بزنی چرا همش دنبال ندیم راه میفتی و دنبال اونی؟ اصلا نمیفهمم. تو چرا هنوز ذهن درگیر آقا ندیمه؟ باشه، شوهرم اومد، میخوام برم ذهنمو درگیر اون کنم مامان جون. فکر میکردم تو فردا صبح خودتو گم و گور میکنی. شایدم این دفعه تو باید این کارو بکنی. مادرمو نگاه نکن، دستمو بگیر. دستتو بگیرم؟ این آدمایی که 50 سال زن شوهرن؟ جوان ها این مدلی میگیرن. باید حرف بزنیم، بریم ساحل. با این شرایط تمام وکالتنامه های آقا ندیم دوباره به نام شما میشه. فقط بهتره که شنیز خانم در جریان این مسئله قرار بگیره. شنیز خانم من باید در جریان این مسئله قرار بگیرم. خوش اومدین. ببخشید کدوم مسئله؟ آقا شما میتونین برین. روز بخیر. خدا نگهدار. متوجه شدم، باز مخفی کاری.
اگه اینجوریه بذار من حرف بزنم. ندیم، از حالا به بعد سرپرست ندیم منم. وکالتنامه مشترکمونو باطل کردم. برای چی؟ شاید دلم خواسته پیشگیری کنم، فقط محض احتیاط. از حالا به بعد وکالتنامه ندیم فقط با منه. در رابطه با درمان و همینطور مسائل دیگه که به ندیم مربوط میشه فقط مسئول من هستم. دیگه آزاد شد، از دستم سر خورد رفت. ندیم آزاد شد و ممکنه خوب بشه. همه چیز یادش میاد، همه چیز. میرم سر اصل مطلب. چه خبره؟ نمیپرسم چرا فرار میکنی، مستقیم دارم ازت میپرسم. بین تو و خواهرم چه موضوعی هست؟ باشه، پس بذار منم از تو بپرسم مستقیم. به ندیم چه حسی داری؟ چی شد خانم پرستار؟ سوالم عجیب بود نه؟ یعنی واقعا این سوالی که تو ذهن همه هست تو تا حالا یه بار از خودت نپرسیدی؟ اصلا میفهمی داری چی میگی؟ یعنی چی؟ یعنی چی که به ندیم چه حسی دارم؟ یعنی چی؟ تو داری این سوال ازم میپرسی؟ اون مشکلی که ندیم داره و همه رو درگیر کرده؟ تو مادرت شروع کردی این جنگ، یادت رفته؟ بعدش هم تو به چه حقی همچین سوالی از من میپرسی؟ آره، به خاطر مادرم شروع شد و همینطور من. درسته. خب حالا به خاطر ما داره ادامه پیدا میکنه؟ مگه تو قهرمانی؟ یا شاید هم عاشقی؟ تا حالا این سوال از خودت پرسیدی؟ نه پرسیدی. پس الان بپرس، چون من میخوام بپرسم. این چیزی که توش گیر کردم قهرمان بازی خانم پرستاره؟ یا اینکه قصه یه عشقی که خودت هم ازش خبر نداری؟ از خودت بپرس. آرامش تو حفظ کن، همه چیز رو برای همه چیز تحت کنترل خودمه. دست درد نکنه سهر خانم، تو هم خیلی اذیت شدی بعد از اون همه اتفاق. آگاه خان با اون همه عظمت فامیل خودشو کرده خدمتکار. من عادت دارم خدمت کنم، شکایتی هم ندارم، اما اینجا خدمت نمی کنم، دارم مادری می کنم. آره آره، دیدم چه خوب مادری کردی. به خاطر همین مهر مادری تویی که به این روز گرفتار شد. به جای اینکه یه پات این ور باشه یه پات اون ور، برو با آگاه خان حرف بزن، بگو حداقل یکی رو بفرست اینجا کارهای ما رو انجام بدن. من هر روز میام و کاری که داشته باشین رو انجام میدم، با جون و دل برای دخترم خدمت میکنم، ولی نمیتونم به خاطر کیف شما برم به مردم رو بندازم. نریمان خانم. آره بابا. بعد از اون کارهایی که تو کردی دیگه کمکات واسه ما خیری نداره. من یه زن پیرم، خودتم میدونی که مشکل فشار خون دارم. بهت میگم نمیتونم از پس کارای اینجا بر بیام. اگه اتفاقی که امروز افتاد یه بار دیگه پیش بیاد، اگه بلایی سر بچه بیاد چی؟
مگه امروز چی شده؟ آی از دهنم برید هیچی نگی، بجرن هیچی نگو وگرنه خیلی عصبانی میشه. از وقتی که اومدم تو اتاق خوابه مگه نگفتی خوابش میاد؟ چه بلایی سری دخترم اومده؟ نرو بهش هیچی نگو. ببین خیلی بهم اصرار کرد، گفت به کسی چیزی نگو، به خدا باز قاطی میکنه. امروز تو هموم لیز خورد. تو هموم افتاد؟ چیزیش نشد؟ چرا نبردینش دکتر آخه؟ آی رفتیم خدا رو شکر خوبه، مشکلی نداره، اما نمیتونم از پسش بر بیام سر. تا وقتی من صداشو بشنوم برم به دادش برسم خدا میدونه چی کشیده. ای خدا. جرن عزیز دلم خوبی؟ آی مامان چه خبرته؟ عزیزم تو هموم افتادی، چرا هیچی به من نمیگی؟ ببینم چیزیت که نشده. مامان تو رو خدا فلم کن، حالا نیست که خیلی برات مهمه. البته چرا برات مهمه؟ حتما به خاطر نوت ترسیدی، چون تازه الان یادت افتاده که یه نوام داری. بعد اون همه استرس و ناراحتی چطور با خودت نگفتی دخترم الان چه حالی داره، چی کار میکنه؟ میخواستی تنبیه هم کنی مثلا، بعد حالا که تو هموم افتادم تازه یادت افتاده که یه نوام داری. این کارو نکن دخترم، این حرفارم نزن. پاشو ببینم چیزیت نشده، پاشو بریم دکتر عزیزم. خیلی خوبم مامان، چیزی نیست. شنیدی که میگن ظالم همیشه سالم؟ آره خوبم، خوب. این حرفا رو نزن دختر. حرف بدی میزنم؟ اصلا تو چرا اینجایی؟ چرا نمیری پیش دختر نازنینت؟ من که تو بچم به دنیا نیاد واسه کسی مهم نیستم. من و مامان بزرگ با خیال راحت اینجا داریم زندگی میکنیم مامان جون. میگم حالم خوبه، نمیرم پیش دکتر. نورتن، منم سحر. من امشب پیش جرن میمونم. میشه ازت یه خواهشی داشته باشم؟ اینجا که جایی برای موندن نیست، کجا میخوای بخوابی؟ تازه اون جیوان طفل معصوم تنهایی تو اون خونه چی کار کنه؟ میشه ازت خواهش کنم؟ لطفاً به جیوان بگو بیاد مامان بزرگشو با خودش بیاره اونجا لطفاً. زنت کجاست؟ دیگه کم مریضه. سرش درد میکنه؟ سرما خورده. باز خوبه سرما خورده. بعد از اون ماجرای دیشب بیخیال. نوشه جان آقا آقا. ممنون نورتن. نورتن، زن جنگ مریضه. بگو مادرش براش سوپ درست کنه. اتفاقا منم برای همین اومدم پیشتون. مادرش امشب پیش اون یکی دخترش میمونه. اگه اجازه بدین میخوام جیوانو بفرستم نریمانو با خودش بیاره اینجا. برای چی؟ جفتشون نمیتونن یه جا بمونن؟ سحر گفت دوست نداره جیوان تو خونه تنها بمونه. الهی بمیرم. چیزه آخه جیوان پسره، برای همین شاید گفته، احتمالا نمیتونه تنها بمونه واسه همین. تفلکی. مگه آقا جیوان پسر 5 ساله است که نمیتونه تنها بمونه؟ سوال خوبی بود، لازم نیست کسی بیاد اینجا، بذار با هم بمونن. مشکلی نداره نورتان، بگو هر کی میخواد بیاد. اگه سحر خانم گفته حتما یه چیزی میدونه. چشم. نوش جان،
انگار بابا طرفدار سهر خانوم شده نه؟ چیزه خب منم دیگه کم کم برم. مامان جون عشق منی، به بابا که چیزی نگفتی مگه نه؟ نوش جانت عزیزم. به کی نباید تیر و لو بدین ها؟ بلند شو پسرم، پاشو بریم هواخوری. بیا. حتی الان هم ما رو زیر نظر داره. خیلی آروم و راحت را برو. به هیچ وجه بالا رو نگاه نکن. مامان بابا چه شده؟ نمیدونم. سوال منم همینه عزیزم. اما برای پرسیدن یکم دیر شده، چون دیگه جواب اینو ما نمیتونیم بدیم. پدرت میده. احساس نمیکنی داری بزرگش میکنی؟ به خاطر قضیه یه جرن از دست تو اعصابش خورده، فقط همین. تو کی میخوای سرتو از لاکت بیاری بیرون؟ باشه، تو به بازی کردنت ادامه بده. اما بابات به یه چیزایی شک کرده، به ما شک داره. حتی اونقدی شک داره که خوب شدن ندیم و ازمون پنهون میکنه. اصلا عکس العمل نشون نده. یه دقیقه صبر کن ببینم ندیم داره خوب میشه. انگار این صدای پسر من نیست، گویا صدای ترسشه. مامان تو متوجه چی داری میگی؟ چی شد پسرم؟ ترسیدی؟ تا دیروز داشتی ادای جنجوها رو در میآوردی، پس چرا یهو ترسیدی؟ به خاطر همین با اون دختر ازدواج نکردی؟ مگه برای این ازدواج نکردی که ندیم خوب بشه؟ مامان ازدواجت با جمره مثل یه بمب ساعتی افتاده تو زندگیمون. من از اون زنه میترسم، اما الان از پدرت بیشتر میترسم. خب حالا باید چی کار کنیم؟ دوست داری بدونی؟ تو که موقع ازدواج برای همه چیز حاضر بودی، چی شد؟ چی عوض شد؟ برای اینکه بفهمی چه اتفاقی داره میافته، حتما پدرت باید دست جفتتون رو میگرفت و میبرد شرکت؟ باز خوبه که این کار نمی کنی. نمیدونم تو اون شرکت چی دیدی، ولی این کار عقلت اومده سر جاش مگه نه؟ تازه الان باورت شد که مادرت این همه سال برای چی می جنگیده، چیا رو قرار از دست بدی و چه بلایی قرار سرت بیاد؟ مامان مسئله پول نیست. معلومه که نیست. مسئله قدرته، مسئله نابودی. همه چیز، نه فقط پول. از دست دادن هر چیزی که اسم و رسمت میتونه برات داشته باشه، بیشتر از سهام تو شرکت و پولی که تو جیبته، همیشه خیلی زیاد بود. اما من نتونستم اینو بهت بفهمونم که من و تو با هم خونوادمونو، زندگیمونو و تمام چیزایی که به ما تعلق داره رو از دست میدی. من نمیخوام چیزی رو از دست بدم، اما دلم هم نمیخواد چیزی مثل قبل بشه. من دلم نمیخواد با مریض کردن ندیم نجات پیدا کنم مامان. ای احمق، دیگه حتی اگه بخوایم هم دیر شده، نمیبینی؟ این تو بودی که قبل از پدرت دست و پای منو بستی، گول اون دختره رو خوردی و باهاش ازدواج کردی و همه چی رو خراب کردی. میدونی الان باید چی کار کنی؟ باید صبر کنیم. همون جوری که پدرت منتظر ندیم حالش خوب بشه، باید صبر کنیم. صبر کنیم و دعا کنیم. دعا کنیم که وقتی حالش خوب شد، گذشته ها رو به خاطر نیاره. تو این شرایط که قراره مثل گوسفند قربونی منتظر بمونیم، حداقل جلوی زنتو بگیر. تو نگران زنم نباش، اونو من حلش میکنم. Thank you.
تا حالا از خودت این سوالو پرسیدی؟ تا حالا از خودت پرسیدی چه حسی به ندیم داری؟ یا نپرسیدی؟ پس سعی کن بپرسی، چون من دارم این سوالو میپرسم. نه نه، اونجوری که اون فکر میکنه نیست، اونجوری که اون میگفت نمیتونه باشه. میخوای ذهن منو به هم بریزی جنگ؟ میبینی که به کارمون میاد. من ندیمو، تو ندیمو نمیشناسی، منم نمیشناسم، چون حتی اون خودش هم نمیتونه خودشو بشناسه. جمره اون بعد از دوران کودکیشو یادش نمیاد، میفهمی؟ یادش نمیاد. زندگی اون بعد از اون داروهایی که مادرم بهش داد در حال نابودیه. نمیدونه، یادش نمیاد. اون حتی نمیدونه زندگی کردن یعنی چی. وقتی حافظش برگرده نمیدونه قراره چه اتفاقی بیفته. ما هم نمیدونیم، نمیدونیم وقتی حافظش برگرده قراره با چی مواجه بشیم. اما من میدونم، تو مادرتون از شما بدترشو هرگز به خاطر نمیده. آره من بدم، من آدم بدیم، اون خوبه. به خاطر همینه با اینکه رو اون ویلچر نشسته و حتی نمیتونه دهنشو باز کنه و غذا بخوره عاشق شدی؟ هنوزم تو هنوزم میخوای ذهن منو به هم بریزی جیک. تو نمیدونی این حرفی که میزنی به کجا ختم میشه. اون آدمی که داری در موردش اینجوری با من حرف میزنی پدر خواهرزادمه. آره، و اگه ندیم خوب بشه تنها مانعی که سر راهتون میمونه همینه، مگه نه؟ تو دیوونه شدی. آره من دیوونم، من دیوونه شدم، من دیوونم. اگه من دیوونم پس تو هم مشکل داری، برو خودتو درمان کن. یا اینکه برو تو آینه نگاه کن، تو آینه نگاه کن و از خودت بپرس، بگو من چه حسی به ندیم دارم. برو جلوی آینه این سوال از خودت بپرس و جواب این سوال رو به خودت بده جمره. تو واقعا میتونی انجامش بدی، زود باش. آره آره، آفرین. من همیشه کنارتم نبودم.
زود باش. از خودت بپرس من چه حسی به ندیم دارم. برو جلوی آینه این سوال از خودت بپرس و جواب این سوال رو به خودت بده. جنره آقا آگاه اومدم. اونا رو ببر بالا نورتن. چی شده؟ چرا دارین خون میگیرین؟ چی شده؟ کاری که گفتم انجام دادی؟ همین الان رسیدیم آقا خان.
برای خوب فهمیدم. باشه آگاه جون، چی کار قراره بکنم؟ دخترم برای تخم مرغ درست کردم. چیزی حواس نکردی عزیز دلم ها؟ نمیخوام مامان، دلم نمیخواد چیزی بخورم. ای بابا دخترم، تو باید به اندازه دو نفر غذا بخوری، این کارو اون نکن. موقعی که به فکر مجازات کردنم بودی به فکر نوبت نبودی؟ چجوریه؟ چه خبر شده؟ صبح بخیر جنر خانم، شما باید با ما بیاین. کجا؟ میریم امارت؟ امارت برای چی؟ چی شده؟ بیمارستان، باید بچه رو کنترل کنیم. ببخشید ولی من هفته بعد باید برم دکتر. جنر خانم، مجبورمون نکنید. یعنی چی مجبورمون نکنید؟ دخترم میگه هفته دیگه باید برم برای چکاپ. نمیشنوی؟ جای نگرانی نیست، آروم باشین، فقط یه کنترل ساده است. این مزخرفات چیه که میگین؟ مگه الکی همین جوری میرن برای چکاپ؟ چرا به ما نگفته بودن؟ یه لحظه صبر کنید. باشه خیلی خوب، من الان به دکترم زنگ میزنم بهش خبر میدم. چی کار دارین میکنین؟ آقا چهرول، میشه لطفاً گوشیمو بهم پس بدین؟ جران خانم، لطفاً با ما بیاین، بفرمایید. بازم نمیخوای جواب بدی؟ این مخفی کاری واسه چیه؟ تا جایی که من میدونم تنها آدمی که تو این خونه مخفی کاری نمی کنه نورتانه. منم تصمیم گرفتم با مود پیش برم و مخفی کاری کنم. به نظرت عجیبه؟ آره عجیبه آقا، چون این روزا عجیب شدی. آقا چرا دارن از ندیم خون میگیرن؟ کارتون واقعا زشته. این دختر هنوز یه لقمه نون دهنش نذاشته. برای چی همچین کاری دارین باش میکنین؟ چیزه، میشه خواهشن گوشیمو به هم بدین؟ موقع برگشتن بهتون پس میدم، لطفا. برگشتیم بهتون پس میدیم. این کارتون خیلی زشته. این دختر حامله است، نباید استرس داشته باشه. آخه برای چی دارین به زور میبرینش دکتر؟ چرا؟ آگاه خان اینطوری صلاح دیدن. آره خب، چکاپ دختر من وظیفه آقا آگاه شده. عیبه، کارتون خیلی زشته. تو دیگه پرستار ندیم نیستی، مسئولیت ندیم با تو نیست و احساس میکنم کارهای مهمتری از ندیم داشته باشیش نیست. اصلا چطور شما مادر عروس با هم کارتون رو قسمت کنید؟ اینجوری بهتره ها؟ در مورد تنها نقطه مشترکتون، در مورد پسرم، چون تا جایی که میدونم نقطه مشترکتون ندیم نیست، یعنی بعید میدونم. باز چه خبره؟ جین کجاست؟ ببینم تو ربطی به این آزمایش خون داری؟ گفتم جین کجاست؟ نمیتونم، وقتی بیدار شدم تو اتاق نبود. بابا نمیخوای بگی کجا داریم میریم؟ بابا مادرت زنگ میزنه جواب بده، نگرانت میشه. بفرمایین مامان. کجایی؟ تو ماشین بغل بابا. مامان واقعا من متوجه نشدم رفتی بیرون، باباتم چیزی نگفت. کجا میخوایم بریم؟ راستش منم نمیدونم. باشه عزیزم، باشه باشه، برو علی را بیار.
آخرین بار که پرسیدم چه خبره جیرانو از خونه بیرون کردن. الان چی؟ الان نوبت کیشه نیست خانم. با شما هم نمیخواین حرفی بزنی؟ آقا آگاه، شما هدفتون از این کارا چیه؟ نفهمیدم. اول صبحی برای چی باید این کارو بکنیم؟ برای چی به زور دخترم رو آوردین بیمارستان؟ دخترم داره دیوونه میشه، میگه هفته دیگه باید چکاپ شه. آقا آگاه، میشه با من حرف بزنین؟ برای چی دخترم رو به زور آوردین بیمارستان؟ آقا آگاه، چرا هیچی به من نمیگی؟ چرا جواب نمیدین آخه؟ آقا آگاه، داری گوش میکنی؟ چی شد؟ اون کی بود؟ شنیز خانم، شنیز خانم، حالتون خوبه؟ آبجی نورتن، حالتون خوبه؟ شنیز خانم، حالتون خوبه؟ ماما، مامان، اینجا اون بیمارستان همیشگی نیست. این بیمارستانی نیست که دکتر من هست. باشه دخترم، آروم باش، آروم باش، الان همه چی رو میفهمیم. بیا بابا. به چرا اومدیم بیمارستان؟ میشه بگی؟ بگو آبجی نورتن یه دوغ درست کنه. فشارش افتاده. چیز مهمی نیست. خودت برو واسه مادر شوهرت یه دوغ درست کن. آبجی نورتن هنوز تو اتاق ندیمه؟ آه، من از کجا بدونم ندیم و نورتن کجان؟ مگه من نگهبانم؟ برو دوغ درست کن واسه مادر شوهره. بگو ببینم چی میخواستی به هم بگی. آگاه، برای بچه تست دی ان ای میده. دارم بهتون میگم ما رو به زور آوردن اینجا. ما اصلا نفهمیدیم چه اتفاقی داره میفته خانم دکتر. جنسیت بچه من هفته آینده مشخص میشه. لزومی نداره آزمایش بدم. چرا متوجه نمیشین آخه ای بابا؟ آروم باشین لطفاً. شما یه خورده بشینین. من مریضو میبرم برای معاینه. من نمیخوام بشینم. منم با دخترم میام داخل. خانم این غیر ممکنه. لطفاً ازتون خواهش میکنم بفرمایید. چند دقیقه بیشتر طول نمیکشه. باشه. باشه مامان. چند دقیقه بیشتر طول نمیکشه. آخه یعنی چی ها؟ نمیفهمم چرا اینقدر اصرار دارین.